طبیعت دیور با مکملی فصلی که دشت و دمن خبر و رنگین تر می سوزد، در مجموع تولیدی واقعی این ایام رو تجسم سخته بهار و استقبال می گیرد. وابسته به اقلیم و اندکه بروقتر ظهور یافتنی بهار این محل، در روستای ناحیه جیهون نوروز یعنی آغاز سال نوی میلادی قریب که به اصلش برابر تجلیل می گردد. قسمتی که تشبوسکارانان در دامان پشته ها تجلیل آن را صلاح دانسته، چون گذشتگان تمام عنصر و رسم و رسوم آن را ارج گذاشته پیشکش نسل نورس میگردانند. در این محفل بهاری هر کی دنیای خود را داشت، برخی پشت هوس های بچگانه بجل بازی کرده ذوق می بردند، گروه نیرو سنجی کرده در مرز سنجش می خواستند رقیب را مغلوب سازند. خلاص هرچی که پیشکش و در نقشه عمل قرار گرفته بود از محتوای بازی های نوروزی بود و در یک مورد اطفال را آگاهانیدن از مضمون عالم شمول این جشن تاریخی. نفری که با اطفال کوچک خیش به این محفل تشریف آورده بود، این همه اندیشه و سیاست پذیری را که نوروز را عالم شمول گردانیده است دولت عنوان کرده، صمیمیتش را چنین ابراز کرد: با بهار و سبززاران زنده بودن دولت است، با گل و با بوی یاران زنده بودن دولت است، در وفای گل ازاران زنده بودن دولت است، با امید روی یاران زنده بودن این خود دولت است. من دولت که تمام مردم آسایش و آرام و تنج و امانی زندگی میکنند، انا این خود امینم دولت است. آرامی است، تنجی است، صلح و ثبات است، سری است، پوری است، خورسندی است، امین دولت است. در جماعت شهرک دوستی ناحیه جیهون از اعتبار و نفوذ جشنی که عالم شمول گشته است هیچ فرد خود را کنار گرفته نمیتوانست. هر کی با امر دل از خیش حصه میگذاشت تا این جشن در دایره نفوذش برگزار شود. در روز احترام و قدرشناسی افرادی که واقعا در خدمت عموم قرار دارند فراموش نمیشود و براشون چون عرض احترام، تبریک و تهنیت و سپاسنامه ارزانی داشته شد. در نوروز گوشتی ملی از دوست داشته ترین نمودی نیروسنجی بوده، پشت تماشای آن هزارها نفر گردی هم می آیند. در روستا باشد این عمل مقرری بوده، در دوره محل برگزاریش ناگزیر است. خلاص نوروز امسال با آمیزش باد و باران بهاری و فراموزی این ایام برای مردم صاحب جشن خاطرمان باقی خواهد ماند. منوچهر جمعه خان، محمد شریف تیمور، ناحیه جیهون، جهان نما.